سلام و درود حضور بینندگان گرامی و دوستداران برنامه رسانه های جهان همطور که میدونید چهارشنبه شب 28 آذر اخراج دو دیپلمات تروریست اطلاعاتی رژیم در آلبانی به خاطر فعالیت های تروریستی که امنیت آلبانی رو به خطر میانداخت اعلام شد متعاقبا پومپو وزیر خارجه آمریکا نخست وزیر ادی رو به خاطر اخراج دو معمور رژیم ایران مورد ستایش قرار داد همچنین جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که نخست وزیر آلبانی ادیراما سفیر رژیم ایران رو اخراج کرده و به رهبران رژیم ایران پیام میده که حمایت اونها از تروریسم تحمل نخواهد شد علاوه بر این رئیس جمهور آمریکا خودش دونالد ترامپ هم طی نامه‌ای به نخست وزیر آلبانی از اخراج سفیر و یک دیپلمات رژیم آخوندی از آلبانی استقبال کرد خب این موضوع به سرعت به تیتر نخست رسانه های آلبانی و همچنین بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شد به همین جهت برنامه امروزمون رو با مقاله از فاکس نیوز شروع می که در عنوان مطلب خودش آورده آلبانی دو دیپلمات رژیم ایران را به خاطر تهدید امنیتی برای این کشور اخراج کرد و موجب تحسین دولت ترامپ قرار گرفت و می نویسه که آلبانی هدف مشخصی برای رژیم ایران هست چون که محل سکونت بیش از دو هزار مخالف ایرانی سازمان مجاهدین خلق ایران هست مریم رجوی در بیانیه گفت به رژیم ایران باید نشون داده بشه که فعالیت تروریستی اون در اروپا و سایر جهان عواقب بسیار جدی براش خواهد داشت رژیم تهران پدرخونده و کانون تروریسم تحت نام اسلام در جهان امروز هست به این دلیل لیستگذاری وزارت اطلاعات به عنوان یک نهاد تروریستی و اخراج دیپلمات تروریست های اون از آمریکا و همچنین اروپا برای امنیت این کشورها یک امر ضروری و همچنین خواسته مردم ایران هست روزنامه شیپ چاپ آلبانی علاوه بر انکاس پیاپی این موضوع در آخرین مطلب خودش به حمایت احزاب اپوزیسیون آلبانی از تصمیم دولت پرداخته و در عنوان مطلب خودش آورده دیپلومات های ایرانی اخراج شدند باشا از تصمیم دولت استقبال میکنه و نوشته که رهبر حزب دموکرات لولزین باشا روز پنجشنبه حمایت خودش رو از تصمیم دولت مبنی بر اخراج سفیر و دیپلمات رژیم ایران از آلبانی اعلام کرده باشا گفت من از طرف حزب دموکرات آلبانی و اپوزیسیون این کشور از اخراج دیپلومات های رژیم ایران به عنوان عناصر نامطلوب حمایت میکنم اونها فعالیت هایی در نقض استاتوی دیپلماتیک داشتند و امنیت ملی ما رو به خطر میانداختند اپلیکیشن اسلک به جمع تحریم کنندگان حساب های مرتبط با رژیم ایران در متابعت از تحریم های آمریکا پیوست. وبسایت ورج که این خبر رو برای اولین بار منتشر کرد در عنوان مطلب خودش آورده اسلک حسابهای مرتبط با ایران رو حتی اگر اون کشورها رو ترک کرده باشند مسدود کرده در متن ایمیل اسلک به کاربرانی که حسابهاشون بسته شده نوشته شده جهت پیروی از قوانین کنترل صادرات و تحریمهای اقتصادی و مقررات اعلام شده از طرف وزارت بازرگانی و وزارت خزانه داری آمریکا اسلک استفاده غیرمجاز مجاز از محصولات و سرویس های خودش رو در برخی از کشورها و مناطق تحریم شده از جمله مثلا در کوبا، ایران، کره شمالی، سوریه و منطقه کریمه در اوکراین ممنوع میکنه. خب در اینجا به تحولات جهان میپردازیم. روزنامه اشپیگل به اخراج خبرنگار معروف خودش به خاطر گزارش های دروغ پرداخته و در عنوان این مطلب آورده اشپیگل دست به افشای یک پرونده تقلب در خانه میزند و نوشته که یک گزارشگر اشپیگل داستانهاش رو تا حد زیادی از خودش می شواهد و تحقیقات انجام شده علیه کلاس ریلوتیوس 33 ساله این واقعیت سرسخت رو نشون میده که سایر رسانه ها هم ممکنه تأثیر پذیر باشن او همین چند هفته پیش جایزه خبرنگاری سال 2018 آلمان رو برد این مجله اضافه میکنه که کلاس رلوتیوس مقالات خودش رو در مقیاس زیادی جل می کرده و حتی شخصیت های داستان داستان هم واقعی نبودند این خبرنگار درباره علت گزارش های ساختگی خودش به اشبیگل گفته که خب هرچه شهرتش بیشتر می شده ترسش هم از اینکه شکست بخوره بیشتر می شده چهارشنبه شب فرودگاه گتویک لندن به دلیل پرواز چند پهپاد کاملا تعطیل شد و در آستانه تعطیلات کریسمس هزاران مسافر سرگردون شدند در این رابطه روزنامه تایمز مالی نوشته پس از اینکه پهپادها موجب بسته شدن فرودگاه شدند وزیران دولت انگلستان قوانین سختری در مورد پرواز این گونه پهپادها در نظر گرفتند این پهپادها از عصر روز چهارشنبه و پنجشنبه مشاهده شدند و باعث شد که پلیس 20 واحد رو برای جستجوی اپراتورهای اونها اعزام بکنه فاینانشال تایمز این سوال رو مطرح میکنه که پرواز این پهپادهای کوچیک چه ضرری میتونه داشته باشه و خب در پاسخش میگه که پهبادها تهدیدی جدی برای هواپیماها محسوب میشد آزمایش های انجام شده نشون داده میشه که یک پهباد مثلا 400 گرمی میتونه شیشه جلوی هواپیما رو بشکنه و طبعات فاجعه باری رو به وجود بیاره بر اساس قوانین بریتانیا پرواز پهبادها در یک کیلومتری فرودگاه ها و باند ها ممنوع اعلام شده خب از آفریقا چه خبر؟ روزنامه واشنگتن پست به انتخابات کنگو پرداخته و مینویسه انتخابات کنگو به مدت یک هفته در میان آشوبهای سیاسی به تعویق افتاد و در ادامه نوشته که بر اساس گزارش رئیس کمیسیون انتخابات کشور انتخاب جانشین جوزف کابیلا که نزدیک به 18 سال رئیس جمهور بوده به مدت یک هفته به تعویق افتاد تا کنون دو سال از زمان انتخابات میگذره چند روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری وضعیت در کنگو به وخامت گراییده و هزاران دستگاه رأیگیری تخریب شدند. رئیس کمیسیون انتخابات کشور شیوع بیماری ایبولا در شرق کشور رو یکی دیگه از دلایل تعویق این انتخابات دونسته. خروج ژاپن از کمیسیون بین المللی شکار نهنگ خبرساز برخی از رسانه های جهان شد روزنامه ژاپن تایمز در این رابطه نوشته که منابع دولتی روز پنجشنبه گفتند که ژاپن پس از سی سال برای اولین بار تصمیم گرفت که از کمیسیون بین المللی شکار نهنگ به منظور از سرگیری شکار تجاری نهنگ کنارگیری کنه این منابع اضافه کردند که با این وجود بعیده که کشتی های شکار نهنگ در اقیانوس قطب جنوب هم فعالیت بکنند و تنها مجاز به شکار در آبهای نزدیک به ژاپن یا مناطق انحصاری اقتصادی هستند خب در آخرین بخش از برنامه امروزمون هم میخوایم سریع به نجوم بزنیم و مقاله رو از روزنامه نیویورک تایمز معرفی کنیم با این عنوان که ستاره شناسان آن را فارات یعنی دوردست ها نامیدند سیاره کوچکی که دورترین جرم منظومه شمسی هست و نوشته که این کشف سرنخهای دیگری رو در جستجوی سیاره نهم منظومه شمسی به ما ارائه میده اما این چقدر دور هست؟ این جرم کوچک حدود 18 میلیارد کیلومتر یعنی چیزی برابر 120 برابر فاصله زمین تا خورشید با ما فاصله داره یا به عبارتی سه برابر دورتر از سیاره پلوتو که دورترین سیاره از خورشید هست قرار داره این جرم اولین بار در تصاویری که روز 10 نوامبر توسط تلسکوپ سوبارو در هوایی گرفته شده بود کشف شد خب بینندگان گرامی در همین جا از شما خدافزی می کنم خدا نگیه